بهر این سال هاست که صحنه کشمکش های داخلی میان مردم و حکومت این کشور است و در این مدت آل خلیفه شدید ترین ظلم و ستم را علیه مردم به خصوص شیعیان این کشور اعمال کرده است در همین راستا دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه جهانی خود برای سال 2022 میلادی اعلام کرد با استمرار نقض حقوق بشر و فقدان آزادی ها هیچ بهبودی در سابقه حقوق بشر در بحرین دیده نمی شود همکارم علی اکبری گزارش می دهد نقض حقوق بشر در بحرین به شکلی سیستماتیک طبیعی شده و حتی برخی از فعالان زندانی سیاسی فراموش شدن در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره بحرین نوشت مقامات بحرین از فعالیت همه رسانه های مستقل در این کشور جلوگیری کرده و همه گروه های مخالف را منحل کردن مسئولان نیز درباره شکنجه و بدرفتاری ها بازخواست نشده و اساز و کارهای نظارتی مستقل از دولت نیست در این گزارش آمده سه نفر از بازداشت شدگان در زندان بحرین در سال 2021 میلادی به دلیل بیتوجهی پزشکی فوت کردند زیرا شرایط بهداشتی و نظافتی در زندانهای بحرین همچنان بسیار خطرناک بوده و منجر به شیوع گسترده ویروس کرونا شده است دیدبان حقوق بشر تاکید کرد مقامات آل خلیفه از روش های سرکوب و خشونت علیه بازداشت شدگان هنگام متفرق کردن تحسن مسالمت در زندان مرکزی جو استفاده می کنن. همچنین پس از درخواست آزادی نزدیکانش از زندان مقامات این کشور این افراد را برای بازجویی فراخوانده و بازداشت کردند. بر اساس این گزارش پس از پایان تعلیق مجازات اعدام در سال 2016 میلادی آل خلیفه شش نفر را اعدام کرد که آخرین آن در سال 2019 میلادی رخ داد بر همین اساس 26 نفر در انتظار حکم اعدام بوده و همه بازداشت شدگان با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه هستند در این گزارش آمده حکومت بحرین جلوگیری از ورود ناظران مستقل حقوق بشر و احساز و کارهای ویژه سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه شکنجه را ادامه می ناگفته نماند که این سیاستی است که بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در آن شبیه به هم هستند در این گزارش آمده حقوق کودکان نیز در این کشور پایمال می شود برای مثال پلیس کودکانی را که اوایل فوریه 2021 میلادی به دلیل شرکت در اعتراض ها بازداشت کرده مورد ضرب و شتم قرار داده همچنین آنها به تجاوز و الکتریکی تهدید کرده است. بحرین توصیه کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای سال 2019 میلادی درباره اعمال ممنوعیت سریح از استفاده از تنبیه بدنی را اجرا نکرد. به گفته دیدبان حقوق بشر هنوز نزدیک به 300 نفر وجود دارند که مقامات آل خلیفه در سالهای اخیر تابعیت آنها را لغو کرده و بیشتر آنها را بی کرده است.